و ستار رحمانی فعال کارگری از لندن همراه ما هستن. خیلی خوش آمدید آقای رحمانی. با وجود اینکه فقر در ایران گسترش پیدا کرده و طبقه کارگر فشار اقتصادی سختی رو متحمل میشن، این تریبون های جمهوری اسلامی مثل همین کیهان چیز دیگه ای رو کاملا متفاوتی رو میگن. این سیاست حرف درمانی آیا جواب سفره های کارگران رو میده؟ بله، من اونو دروغ درمانی میدونم. یعنی در حقیقت اینها واقعیت‌های زندگی که مردم هر روز می‌بینن، سر سفره‌شون تو خریدشون می‌بینن رو اینا خیلی راحت دروغ میگن و میگن که این وجود نداره. ولی از جنبه دیگه هم بهش نگاه کنیم، این صحبت‌هایی که تو کیهان و جای دیگه که میشه خیلی راحت مردم اینقدر پول دارن که نمی‌دونن چیزی رو خرج بکنن، اینها به اون طرفداران خودشون، نیروهای سپاهی سرکوبگر و اون مجموعه کوچیکی که اینا در دور بر خودشون دارن، به در حقیقت از منظر اونها دارن به جامعه نگاه میکنن و به اونها دارن میگن که خب اونها هم تا حدودی وضعشون بهتر از بقیه جامعه است. بر اساس همین گزارشی که اعتماد تهیه کرده، خب مسلمه که کارگران سفرهشون کوچکتر و کوچکتر میشه. این از یک طرف. خانواده‌هایی که کودک دارن مدرسه میفرستن، باید حدود 3 میلیون برای هر یک کودک رو در همون ابتدای سال هزینه بکنن و به قول خود کارگران، حقوق کارگران جوابگوی یک چهارم سبد معیشت اوناست، یا تنها 30% هزینهشون تامین میکنن و بقیه دیگه اگه بر اساس این سطح قیمت ها نگاه کنیم. حتی آماری که بعضی از روزنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی میدن بسیار وحشتناکه. یعنی روند فزاینده این تورم و سبد معیشت رو نگاه کنیم، ببینید هر سال انباشته میشه. فرض کنیم سال قبل دستمزد 20% اضافه شد، 27% برای کارگران، 20% برای کارمندان. خب نرخ تورم در همان زمان از طرف بانک مرکزی اعلام شد که چه بین 47 تا 49 و در فروردین ماه اعلام کردن که 57%. خب این روند رو اگه نگاه بکنیم، عملا نرخ تورم ایستا نیست، شناور در حال رشد هستش. سبد معیشت نسبت به سال قبل بیشتر شده، هزینه سبد معیشت. اون وقت اینا ادعا میکنن که اگر چنانچه ما دستمزد کارگران رو ببریم بالا، این دستمزدها باعث میشه که نرخ تورم ایجاد بشه. دروغ شاخداریه دیگه، همون از اون دروغ درمانی هست. برای اینکه برای هزینه تولید کالا، نرخ دستمزد کارگران بین 5 تا 10% در کارگاه های کوچیک، 2 تا 4% هزینه تمام شده یه تولید کالا برای دستمزد، بقیه‌اش به مواد خام و استهلاک و غیره تعلق میگیره. بنابراین این دروغ که تورم به دلیل افزایش دستمزد هاست هم یکی از اون دروغ های شاخ داره، اما رقم واقعی خط فقر رو هم کارشناسان حقوق کارگر اعلام کردن، در تهران حدود 30 میلیون تومانه. خب حداقل دستمزد چقدر؟ 8 میلیون و 700 هزار تومان. حساب بکنید چندین برابر زیر خط فقر. اینها رو اگه تازه اون مسئله مسکن که رو به رشد در شهرهای کلان بهش اضافه بکنیم، بله، واقعا فاجعه باره. بله، بسیار ممنون از شما ستار رحمانی فعال کارگری که از لندن همراه ما بودید.